با درود فراوان حضور شما عزیزانم بینندگان خوب و وفادار برنامه دریچه های روبرو، امیر مهیم هستم که امروز دوباره در خدمت شما میهمان منازل پر مهر و محبت شما هستم، با میهمانی گرانقدر، با نامی آشنا، مستندسازی که او را در دنیا بهتر از من میشناسند، با دکتر بهمن مقصودلو، شخصی که زندگی هنرمندان رو به رشته سینما وارد میکنه و برای ما یک ماندگاری جاودانه از این هنرمندان خوب میگذاره. خب حالا آیا نام هنرمندان گفتنی است؟ بد نیست که خاطره ای را زنده بکنیم. مستندهایی از احمد شاملو، احمد محمود نویسنده، ایران درودی نقاش برجسته، اردشیر محسس که همه با او آشنایید کاریکاتوریست، و همچنین عباس کیارستمی فیلمساز بین المللی، فیلمسازی که جهان به او احترام میگذاره، در دوربین بهمن مقصودلو نقش میگیره. لبه تیغ چه فیلم پرزحمت و پرمرارتی که سالها طول کشید تا از میراث بازیگران زن سینمای ایران را برای من و شما و آیندگانمان جاودان کند. و آخرین کار ایشان مستند زندگی بهرام بیضایی است. من اجازه میخوام که به بهمن عزیزم خوش آمدی بگم از اینکه امروز پس از 4 سال دوباره ما با هم نشستیم. چقدر خوشحالم. با درود به شما آقای امیر مهین عزیزم، شاعر بسیار خوب، و درود به بینندگان برنامه دریچه های روبرو. تشکر میکنم که اولا این وقت رو به من دادید و منو دعوت به این برنامه کردید. خوشحالم یک بار دیگر در خدمتتون هستم، دقایقی رو و هر سوالی باشه جواب بدم و یک گپی داشته باشیم. خیلی ممنونم از دعوتتون. بابا جان من میخوام سوالمو، شما نام آشنایی، کارهات، کارنامت چیزیست که همه میدونن، میخونیم، میبینیم، همه اینها رو در سینما به ما نشون میدید. آیا برای مثلا اینکه با ایران درودی یا حتی آخرین کار بهرام بیضایی شد، آیا قبل از این چه میکنی؟ انتخاب میکنی؟ فیلمنامه مینویسی؟ ببینید، اصولا این سری فیلم های من به انگلیسی از Renowned Iranian Artists، یعنی بزرگان هنر ایران، و کرایتریا یا مشخصاتی که من برای خودم دارم که چه کسی رو باید انتخاب بکنم، این آدم ها از جمله بهترین هنرمندان ما در رشته خودشون هستند. مثلا اگه ما چند نویسنده خوب داریم، مهمترین نویسنده اجتماعی بعد از مشروطیت احمد محموده، و شاملو، خب احمد شاملو یک شاعر دیگه تاثیرگذار بزرگ ایرانه که در رشته مختلف، بله. یا مثلا ایران درودی یکی از نقاشان بسیار خوب ما هستند که قلم بسیار خوبی هم دارند. یا من که نمیتونم همه رو انتخاب کنم، چون همه اینا به سرمایه شخصی من ساخته میشه. من به هیچ دستگاه از نظر مالی، به هیچ دستگاه، حزب، ارگانیزیشن، سازمان، فاندیشن، بنیاد وابسته نیستم آقای مهیم. و بعد دیدم که زنان بازیگر سینما ایران قبل از انقلاب همه محروم الکار شدن و ممنون چهره، و اینها با رشادت در اوائل سینما روی صحنه اومدن، به مرگ تهدید شدن. گفتم من باید تاریخ سینما رو با سرنوشت اینها بسازم، که لبه تیغ به وجود اومد و یک سند بسیار مهمی از زبان این بازیگران زن هست، از مشروطیت تا انقلاب ایران، که هم حقوق زن هست، هم با سرنوشت اینا یعنی بایوگرافیشون هست، هم تاریخ سینما ایران هست، هم خدمت اینها در استواری و به وجود آمدن اون سینما هست، در چندین لایه های مختلف. نهانی شد
تنومند شد، شاخه داد و بعد گل داد و این عطر گلا آمدن. اینایی که میان کار قشنگ میکنن، اینا عطر ما، اینا ادامه ما. دور شدن از سینما رو همیشه پیش خودم اینجوری فکر کردم که ما یه قبیله بزرگی بودیم، عاشقانه با هم دیگه کار میکردیم، صمیمانه با هم حرکت میکردیم، مثل یه پرنده کوچولو از شاخه درخت میامدیم پایین، یه دونه بر میداشتیم، از یه برکه یه آبی میخوردیم، تا یک روزی کاروان ما در یک جایی توقف میکنه. فردا صبح که قرار این کاروان حرکت کنه، یکی میاد و میگه که یه عده از شما با این کاروان نباید حرکت کنه، چون کاروان سالار عوض شد. اون عده که موندیم دور هم جمع شدیم، کاروان حرکت کرد، ما گرد اون آتشی که از کاروان مونده بود نشستیم، سرامون رو تکه به هم دادیم، آروم گریستیم و نالیدیم. آتش کاروان به خاکستر گرایید، خاکستر بر سر ما نشست، پیر شدیم همه، ولی غبار پای کاروانیان سرمه چشم. بهرام بیضایی یکی از افتخارات فرهنگ ماست، افتخاراتی که در تمام زمینه‌ها، بسیاری زمینه‌های دراماتیست درجه یکی، یعنی نمایشنامه نویسی، بیش از 70 کتاب داره، یک محقق تاریخی، یک محقق هویتی، یک محقق تاریخی، اثرش روی زبان فارسی و کارهایی که کرده بسیار ارزشمنده و بالاخره ایشون 11 فیلم سینمایی، یعنی بلند، داره و 3 فیلم کوتاه که من در فیلم 70 دقیقه خودم سعی کردم خط مشخصه ای رو ادامه بدم و اونم خط سینمایی این آدم هست. چگونه این از ادبیات و تئاتر اومد به فیلم سازی و در این فیلم ها چی میگه؟ حرفش در مسئله های مختلف مثل هویت، مثل میتولوژی، اسطوره شناسی، تاریخ ما و یا آیین ها، مذهب و غیره، این در فیلماش چی رو مطرح میکنه و چی میگه؟ و این کار بسیار مشکلی بود. این که من آیا سناریو دارم یا ندارم، آقای مهیم، من رفتم با یه عده‌ای در سال 2002 به بعد مصاحبه کردم، یعنی اینا رو نشوندم روی یک صندلی، مقابلشون نشستم، دوربین حرفه‌ای البته جلوی اینا گذاشتم، نه خودم، یه دوربین کوچولو، تیم همیشه دارم، نورپرداز، فیلمبردار، خوب صدا بردار، بله، یعنی اینا همه پروفشنالی تهیه شدن و با اینها برای کریرشون، کاری که کردن، اگر نقاشن، اگر بازیگرن، شاعرن و غیره، سوال کردم و جواب گرفتم. سوالای خودمو در بطن فرهنگی که ما بزرگ شدیم، این چه هنریه، چه فرهنگیه، چه تاریخیه، و 2 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت و نیم، 4 ساعت جلسات مختلف با اینا صحبت کردم و اینو ضبط کردم، گذاشتم در یک آرشیو. خب حالا ببینید، وقتی شما فیلم می‌سازید، آقای من خودشون وارد هستید، سینماشناسان میدونن من چی میگم، یا اصولا تماشاگرانتون هم میدونن، شما وقتی فیلم سینمایی می‌سازید یک سناریوی می‌نویسن، یه داستانی، یه جای شروع میشه، یه جای تموم میشه، سکانس بندی میکنن، شما میرید این سکانس رو با اون هنرپیشتون میگیرید، بعد مطابق اون کتابچه اینا رو پشت سر هم ادیت میکنید، فیلمتون تموم میشه، در میاد. من یه سری مصاحبه دارم روی میز. این مصاحبه نه داستان داره، نه ساختمان داره، حرفا متفاوته. یعنی اینا رو میذارید جلوتون، نگاه میکنید. حالا مثلا من میخوام راجع به آقای بیضایی مثلا فیلم اخیرم صحبت کنم. من یه مصاحبه با 2 ساعته با ایشون تا اون زمانی که 2002 در ایران کردم. آقای بیضایی شما کجا اومدی؟ چه خانواده‌ای؟ چرس کجاست؟ چی خوندی؟ چی نوشتی؟ اینا رو ساختی؟ راجبش توضیح بده. همطور من با این حرف شدم تا رسیده به 2002. یعنی شناخت میخوای ازشون؟ بله. ببینید، قبل از این بگم که شما برای اینکه جلوی یک آدمی بشینید که یک مجموع اطراف هست
ملتی دایمنشن، ابعاد مختلف هنری داره و فرهنگی، شما باید خودت رو بری آماده کنی جلوی این آدم بشینی که سوالای شما بتونه جوابای درست بده. امیدوارم من امروز این کارو کردم. شما برای آیندگان داری میخوایی چیزایی رو ضبط بکنیم و اینا باید جوابای بله چه گلی رو دوست دارید و چه توته بله. غذایی دوست دارید، اینا رو ما نداریم از این حرفا. این یه چیز بدیه. بعد من 2 ساعت مصاحبه کردم، اینو داشتم، این مصاحبه ها رو دارم. خب حالا تصمیم میگیرم بسازم، بیام یه مصاحبه هم دیگه میکنم 2017 در استنفورد، میشینم 2 ساعت میبینم چی ندارم تو اون مصاحبه. 10 سالم در 15 سالم گذشته، تو این 15 سال چی شده، چه پیشرفتایی. در صورت یک سری مصاحبه دیگه میکنم میشه 2 ساعت، پس من 4 ساعت مصاحبه دارم. میخوام فیلمای با خانمایی هم که بازیگر بودن و ایشون اصولا یکی از مشخصات کاریش اینه که محور سینماش یک زن هست، زن معصومین تسلیمی و بله. بازیگر اول معصومین، پروانه، دوم سوسن تسلیمی و سوم خانمشون مجده شمسایی، هر سه بازیگر بازیگران بسیار خوب و داستانهای خوب، فیلمهای خوب. بر صورت اینا رو دارم. حالا من میخوام یه فیلم بسازم که شما 2 ساعت بشینی، یعنی 1 ساعت 70 دقیقه بشینی چشم از اونجا بر نداری. این مصاحبه رو چیکار باید بکنی؟ من میام یه تیکایی رو انتخاب میکنم، تمام فیلم ها رو میبینم، 10 ثانیه، 15 ثانیه، 2 تا دیالوگ، 3 تا دیالوگ، اینا رو جدا میکنم از هر فیلم. ثانیه ها رو انتخاب میکنم بین ثانیه و فلان، یعنی فیلم ها رو 11 تا فیلم، 3 تام کوتاه، اونا هر کدوم 2 ساعت و نیم، ضرب کنید. اینا رو هی میشینم هر کدوم بارها میبینم، چیزای خوب، سکانس های درخشان، دیالوگ های درخشان، دیالوگ های گویا از نظر تاریخی، از نظر فلسفی، از نظر اجتماعی، از نظر هر چیزی که شما فکر کنید، یک باید این دیالوگ کوتاهی که تو فیلم میاد در یک جای جواب بده. اینا رو جمع آوری میکنم، حرفای خوبو میگیرم، بعد یک ساختمان دراماتورژی، دراماتورژی یعنی سناریو نویسی، یک سناریوی چگونه از کجا شروع بشه، بره جلو، برسه به اوج، بعد باز بشه گره داستانیش و بعد پایان اپیلوگش رو داشته باشه. اینها رو من پیاده میکنم در ادیتم، رو روی کاغذ هست، روی تصویر هست. و وقتی تموم شد، من در اون موقع دیگه از شخص به عنوان نویسنده، کارگردان، تهیه کننده خط میخوره، به عنوان منتقد، چون من کارم از انتقاد فیلم شروع کردم، میشینم جلو فیلم، یه هفته بعدش نگاه میکنم. من الان یک منتقد بسیار قهار یا بسیار سختگیری هستم که دارم یک فیلم را از یک نفر به نام بهمن مغسولی که من نمیشناسم میبینم. در اونجا من ضعف‌های فیلم رو میبینم، کجا میفته، این شروع بده، این تموم بده، چه خوب باید تموم شه، اینجا را که میره، اینجا ذره سکته داره، غیره. اینا رو یادداشت میکنم. بعد میام میخوابم، شبا که میخوابم باور کنید بعضی شبا من هم که تو رخت خواب هستم میگم این تصویر رو باید از اینجا بردارم بذارم اینجا، این سکانس رو بذارم اینجا، هی این تغییرات رو میدم. میام فیلم زندگی میکنی. بله. بعد میام به ادیتورم میگم، چون من آپریتور نیستم، من ادیتور فنی دارم، میام میگم اینو برده بذار اینجا، اینو بذار اینجا، اینو یه عکسش بذار، اینو این کارا رو بکن. 2 مرتبه بهش نگاه میکنم، اینقدر به این نگاه میکنم تا اون موقع نمره قبولی میگیره آقای. وقتی نمره قبولی، نمیگم من، میگم که این شاهکاره، خیر اصلا همچین حرفی نمیزنم، راضی هستی دیگه. دیگه من راضی ام، من میگم این فیلم شما رو میشونه، حالا شما ممکنه خوشت بیاد نیاد، ولی این فیلم منه، این چیزی که هست و هست. و اون موقع این فیلم میاد برای نمایش، شما میبینید، شما خودتون شاهد بودید که روز جمعه ما در سانس اول شما بودید، 2 سانس، بسیاری از فرهیختگان و بزرگان این شهر بودن. بله، بله. همه یا گریه کردن و یا تایید و تحسین، و همه دوست داشتن فیلمو. من از همه تقاضا کردم بگم اگه دوست ندارید، اگه اشکالی دارید بگید، همه گفتن خیر، خوب بود. بسیار من راضی هستم، خوشحالم. حالا این فیلم من به تاریخ پیوست و انشالله ایرانی ها که همه سرمایهشون رو میذارن، این که در یک چیزی که سرمایهشون رو میذارن زیرش باد نره، مثل ساختمون و زمین، به هنرم توجه کنن، پشتیبانی کنن،
اگر میرن مهمونی من خواهش میکنم خیلی خوبه که یک گل میخرن یا یک بطری شراب خوب میخرن، میرن مهمانی یک دیویدی بیزایی بخرن برای خانواده ببرن، اگه پسری داره، دختری داره، فرزندی داره، نوهی داره، اینو تو کتابخونش بذاره ببینه برای آیندگان. همه زیرنویس انگلیسی داره فیلمای من، برای دنیا میسازم نه برای ایران این فیلما رو. و یا کیارستمی رو ببینه، یا اگه نقاشی دوست دارن یا هر چیزی، این دیویدی ها رو بخرن و در لایبراری ها یا کتابخونه هاشون برای بچه هاشون بگن آقا اینا رو ببینید، مطمئن باشید اونا میبینن، مطمئن باشید برای آینده فرهنگ ایران بسیار لازمه. بله جناب مسئول، شما زمانهای دور تا همین اخیراً مدرس بودید در دانشگاه مختلف، آیا هنوز هم نه این من فرصت الان... دارید یا فقط درگیر همین؟ ببینید آقای مهین، من هر یک سال یک کتاب می‌نویسم و بعد یک فیلم، یعنی این یک درمیان داره در میاد. مثلا الان که اینجا نشستم یک کتابی دارم به نام ژان رنوار، کارگردان بزرگ فرانسوی که اصلا موج نو فرانسه تحت تأثیر اون به وجود اومد و یکی از پانتئون دایرکتورهای، یعنی یکی از خدایان سینمای جهان هست. من یک کتابی برای دانشجویان نوشتم که به زودی منتشر میشه، کتاب علف من گراس، Battle of a Nation to Live این انگلیسیش، از فیلمی که در 1925 سه آمریکایی رفتن ایران، مریان سی کوپر، ارنست شوتساک و خانم مارگریت هریسون، و از کوچه ایل بختیاری ساختن. من 6 سال تحقیق کردم و این کتاب به انگلیسی در اومده، در دانشگاه مختلف تدریس میشه، در دانشکده های مختلف آمریکا از جمله باستون یونیورسیتی، دانشگاه کالیفرنیا دعوت شدم. حالا اسم نمیخوام زیاد ببرم ولی اینجاها من لکچر در مورد این کتاب دادم و این فیلم، و کتاب اسکالرلی هست برای دانشجویان سینما، آقای ویلیام بیمن، رئیس، پروفسور ویلیام بیمن، رئیس آنتروپولوژی دانشگاه مینسوتا، در نقدی که در میدل ایست جورنال نوشته و بسیار نقدهای دیگه ای که کتاب گرفته نوشته، هر دانشجوی سینما باید این کتابو بخونه. فارسیش هم چاپ شده، دو تا چاپ شده. من 15 تا کتاب دارم آقای مهین، جایزه فروغ فرخزاد گرفتم. وقف این کار نوشتن و ساختن سینما بوده. شما 10 سال دادن. شما 10 سال کم و بیش من میدونم مدیر برنامه یکی از 10 غول سینمای ایران بودید. فیلم های شما به فستیوال های زیادی رفت، هنوز هم داره میره. یه خاطره ای از آنتونی کوین برامون بگید. اون 10 غولی که من میگم، آنتونی کوین یک شخص، من خودم از زمان تینیجری به قول دوستان از فیلم های کوش پشت نتردام و فلان و همه اینا رو من دیدم در سینما های لاله‌زار. یه خاطره ای از این مرد بزرگ که شما 10 سال مدیر برنامهش بودید. من دوست، خیلی دوست صمیمی بودیم و حتما هفته یک بار یا دو بار ما با هم غذا میخوردیم، یا شام یا نهار گپ میزدیم، کتاب با هم بخریم بخونیم. یادم نمیره، یه خاطره براتون بگم. یک روزی که قرار بود با هم نهار بخوریم، با لیموزین اون روز اومد دنبال من، گفت به من قبلش که بریم نهار بخوریم باید بریم یه کتاب فروشی تو خیابون مدیسن نیویورک هست منتن، من چند تا کتاب سفارش دادم ورداریم و بریم. نشستم توی لیموزین، رفتیم جلو، وایسادیم، ما دوتایی رفتیم توی کتابخونه و من اون کنار وایسادم تا کارش تموم شد، رفت 7-8 کتاب انتخاب کرد و یه مجموعه مثلا 10 جلد کتاب شد حدوداً، خرید و رفتیم نشستیم توی لیموزین بریم به طرف یک رستورانی بود که ما همیشه با هم پاتوقمون بود در سکند اونیو و خیابانهای 90. حالا من درست اسمشو نمیگم، نمیخوام تبلیغ کنم، ولی ما میزی داشتیم همیشه و نشستیم که تو لیموزین. جناب، هر وقت این یادم میاد واقعا بهتون بگم بدنم اصلا چیز میشم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یه کتابی در آورده، یه چیزی نوشت و داد به من، گفت من اینو برای تو خریدم تقدیم به تو میکنم. ما باز کردیم، کتابی است به نام روشنفکران، intellectuals، اثر جانسون، مورخ برجسته انگلیسیه، که این شرح حال مثلا حدود 20 تا از
اینتلکتوال ها در رشته مثلا مونتسکیو، مثلا بهت بگم آدم های بزرگ فلسفه، زندگی این هاست و اسمش هم هست روشنفکران، برای من نوشته که من اینو در یک مطلب انگلیسی که در سینما ویداد بوردرز منتشر شده، عکس کتابم تو مجله فردوسی هم فارسیش اومده، عکس کتاب و این نوشتش گراور شده، نوشته تو بهمن مقصودلو هو ایز وان آف دم انتونی کوین. این یه خاطره دارم که هیچ وقت فراموش نمیشه و از اینا زیاده. الان برای آینده شما هیچ وقت نمیتونید بهمن جون، یعنی یک هنرمند، یک محقق، یک نویسنده، یک پژوهشگر نمیتونه آروم بشینه. اگر الان داره از اینجا میره، فکرش از چه که باید از یک جای دیگری هم بره و اون کار رو انجام بده. آیا در آینده نزدیک کار دیگری هست؟ البته اگر مایلید بفرمایید. حتما. ببینید الان روی میز من همیشه یک تهیه کننده یا یک کارگردان یا یک نویسنده، به خصوص در سینما، شما باید یک سبدی داشته باشید آقای مهیم، و این سبد چند تا تخم مرغه. نمیتونید یک تخم مرغ یا یک پروژه. من پروژه هام در چهار مرحله است. پروژه ای که الان داره نشون داده میشه، مثل بیزایی، این اومده، یعنی ریلیس شده، داریم راجبش حرف میزنیم. پروژه قبلی در حال ادیت، پروژه قبلی یک سناریویی که باید من بهش بپردازم، سناریوی قبلی، همینطور اینا چهار مرحله دارن و این چهار مرحله مراحل پروداکشن، پری پروداکشن، پروداکشن، پست پروداکشن و ریلیس. این یک سینما. بعد کتاب همیشه من الان رنوار رو تمام کردم، یک کتابی داری نوشته بودم قبلا به نام عشق، آزادی و عشق در سینما، که کار سه کارگردان اروپایی بود، ژان رنوار فرانسوی یک فیلمش، توهم بزرگ، نامه یک زن ناشناس مکس و فولس یک فیلمش، و لوئیس بونوئل تریستانا یک فیلمش. یعنی این فیلم ها رو تجزیه تحلیل از این کارگردان ها کرده بودم که معنی آزادی و عشق در سینما سه تا مسترپیس چی میگن. و یک کتاب الان دارم به نام عشق، زندگی و مرگ، اثر آقای جان دوران. سه دوران از جان فورد هست، هوارد هاکس هست و آلفرد هیچکاک. مرگ در آلفرد هیچکاک، زندگی در جان فورد، هوارد هاکس هم گفتم چی، مرگ، زندگی و یه چیزی گفتم الان، سه تا واژه است. به هر صورت سه تا کارگردان آمریکایی رو مطرح کردم در این کتابم. خب یعنی همیشه این پروژه ها هست، من باید اینا رو تموم کنم. بله. مجموعه گفتگوهای من یک دفعه در اومده به نام این سوی ذهن آن سوی مردمک، نایابه، الان نیست، در ایران چاپ شده نیست. خب این گفتگوها زیاد شده، چاپ دومش بعد. یک کتابی هم دارم، مجموعه نوشته هام هست، نقد ها، نوشته ها به انگلیسی و فارسی، چیزای زیادی. الان هم فیلمی که میخوام بعد از بیزایی تهیه کنم. ببینید این فیلم هایی که برشمردید، یک سه تاش تاریخ سینما ایران هست. اولین قسمت عباس کیارستمی، یک گزارش. دومین قسمت لبه تیغ، بازیگران زن در سینما ایران. سومین قسمت بهرام بیزایی، موزاییک استعاره هاست. چهارمین داریوش مهرجویی، Dazzling Cow means گاو درخشان، فیلم گاو. بله بله. با تکیه بر فیلم گاو، داریوش مهرجویی رو دارم ادیت میکنم، انشالله عمری باقی باشه سال آینده 2020-2021 بیاد ایران. بله. من یک سوالی الان برام پیش میاد برای شما. یک نام، چهره با اثرهای آثار ماندگار دارید، همه میشناسن. حالا فرض میکنیم که الان این برنامه من و شما رو یک جوانی داره میبینه که تا به الان نامی از بهمن مقصودلو نشنید. خب این اگه بخواد مشتاق بره، کجا بره شما رو پیدا کنه؟ سایت یا اون مسئله که هست؟ من میدونم این رو که خیلی نه اینه که دانشجوی سینما هستن که مشتاقن میرن. یکی الان نشسته میگه آقا ببینم این آقای مقصودلو با این کارهای درخشان کیه، کجا بره؟ این خیلی ساده است. اولین کاری که میتونن بکنن، بهمن مقصودلو رو در گوگل چاپ کنن. صدها
صفحه میاد به زبانهای مختلف. من جوری فستیوال بین‌المللی روسیه بودم سن پیترزبرگ، به روسی من میام. در اسپانیا رئیس جوری بودم، به اسپانیایی راجع به من میاد. در ایتالیا رئیس فستیوال بری بودم، به ایتالیایی میاد. در آلمان بودم، مقالات من به زبان آلمانی ترجمه شده، سینمای نادری من به زبان آلمانی نوشتن، کتاب مقالای من بوده، ترجمه کردن، نوشتن البته. یا همینطور به همه زبانها، عربی، اسپانیش، همه رو گفتم، اسپانیش، همه زبانها هست. در من لکچر در دانشگاه کلمبیا دعوت داشتم، کلمبیای کشور کلمبیا من دعوت کرده یه لکچر بدم و برگردم. سال گذشته دانشگاه آستین تگزاس من به عنوان، هر سال یک پروفسور رو دعوت میکنن از خاورمیانه، امسال از ایران بود، منو بین 5 نفر انتخاب کردن که دعوت کردن و با هزینه همه چی و آنراری و غیره به نام سینما ویداد برد، به نام بیاند بوردرز، و من رفتم برای دانشجویان پی اچ دی سینما اونجا لکچر دادم. در فوریه میگید لکچر، در فوریه 5-6 در دانشگاه یل دعوت کردن برای دانشجویان دکترای سینما من لکچر بدم و لبه تیغ نشون داده بشه، و اینا همه هم چک میدن، یعنی آنراری میدن و هم دعوت. من دائم در دانشگاه ها دعوت به لکچر میشم. این یک. حالا کجا منو پیدا کنن غیر از اینکه گوگل میتونن بکنن؟ من سایتی دارم به نام IFVC، یعنی International Film and Video Center، IFVC.com مخفف این سایته، اونجا هست. دو، من ویکی‌پدیا به نامم به انگلیسی تأسیس شده، من ننوشتم، چون میدونی هیچکی نمیتونه راجع به خودش بنویسه که اینا یک چیزی دارن، مقرراتی دارن، ادیتورهایی دارن. من به انگلیسی هست، به فارسی هست. در دائرة‌المعارف گستره که گسترده، که فکر کنم گسترده است، 18 جلد چند سال در ایران 2 دفعه چاپ شده، شرح حال من در دائرة‌المعارف در ایران چاپ شده، من جزء اون دائرة‌المعارف آمدم با عکسم. عرض کنم خیلی جا بزنن بله. من بعدا از اتاق فرمان مهندس فرزاد خواهش خواهم کرد که اینها رو در زیر سایت، در زیر برنامه بنویسه برای علاقمندان، که من میدونم بسیار کنجکاو هستن و میخوان بیان. و همجان بسیار بسیار ممنونم، به من منت زیادی گذاشتی. پس از 4 سال دوباره با هم نشستیم. 2 تا سوال کوچیک بکنم در آخر برنامه. یکیشو اگر مایل بودی برام بگو، و یکی دیگرش این که آیا نسبت به آینده غیر از فیلم بیزایی، غیر از فیلم گاف، آیا برنامه داری در دست؟ و اینکه باز هم میخوای مدرس باشی اگر وقت این رو داری با این همه گرفتاری ها؟ ببینید کار من فعال فرهنگی و هنری هستم. من سعی میکنم کتاب های آموزنده برای دانشجویان و فیلم های مستندی بسازم که در ایران نمیشه ساخت و نمیذارن بسازه. حرف هایی درش زده بشه. این فیلم های من هیچ کدوم در ایران، آره، در زمان شو هم کسی نمیتونست، یعنی حرف خودش کامل بزنه، و این میتونست بزنه. مثلا یه جایش بالاخره به یه چیزی برمیخورد، هضم شد. فیلم ها من چون در خارج میاد، در میاد، سانسوری درش وجود نداره. هنرمند آزاد حرف میزنه جلو دوربین من، همچنان که همه حرف زدن. نه، برنامه های فیلم سازی من تا روز آخر عمرم ادامه داره. امیدوارم لکچرهای من تا روز آخر ادامه داره. در نوشتن و تفسیر و لکچر و کتاب نوشتن تا روز آخر زندگی، تا روزی که من بازنشستگی ندارم. بله. تا روزی که نمیتونی. من نمیذاری تا روزی که بتونم کار بکنم، شبانه روز دارم تحقیق میکنم. ببینید کارهای من بر مبنای پژوهش، آقای مهیم، یعنی همش پژوهشه که این داکومنتری ها رو ساخته میشه. این پژوهش ها رو نکنی یه کار سطحی به وجود میاد. بله. شما اونجا که میشینید بیزای میبینید یه چیز سطحی گفتن و ولانجا متولد شد و رفت و 4 تا کتاب داره، اینا نیست. ماورای این حرف هاست. اصلا بعضی جاها خودم نمیفهمم چی میگم، یعنی منظورم اینه که کار
دقیقاً پژوهشی آموزشی در ابعاد گستردهش هست که من بتونم اون هنرمند بزرگی رو که اصلا در هیچ جا نمی گنجه من بتونم بیارم در یک چند دقیقه بگنجونم. دقیقاً. خب من میدونم که وقتمون از نظر اینکه شما چند جای دیگه باید برید به بنده فرمودید کمه و تموم شده است که سر اون ساعت برسید. آیا چیزی هست که میخواستید ما بدونیم و من نپرسیدم؟ من فقط میخواستم بگم من همیشه از این چهار شعرهای کوتاه چهار بیتی شما واقعا لذت میبرم. یعنی وقتی من فیسبوک رو وا میکنم که نگاه میکنم به صفحم که اداره کنم ببینم چه خبره، همیشه صبح زود یه نگاهی میکنم، نه که همشون پایین باشم. بله. یه نگاه میکنم و یه ده دقیقه روش، پنج دقیقه، ده دقیقه میذارم میرم. وقتی شما یک شعری مینویسید واقعا این از صمیم قلب میگم امیر جان، من از هیچ کسی تملق من نکردم و نمی کنم و اصلا اهل مداهنه نیستم، ولی واقعا این باعث افتخار من. شعرهای چار بیتی هایکوهای شما که کتابش شاملو هم ترجمه کرده بود، این هایکوهای بله. بسیار زیباست، بسیار به دلم میشینه و کامنت میدم و بارها اینو به خودت گفتم. باعث افتخار منه. باعث افتخار. یک کسی مثل بهمن مقصودو که 45 سال قبل در دانشگاه ملی شب شعر گذاشت، این چنین رو من میگه، برای من باعث افتخاره. بهمن جان بسیار خوشحالم. بسیار خوشحالم. بسیار تشکر میکنم. قربونتون برم. عزیزم. تا دیداری دوباره. انشالله. تا برنامه دیگر به امید دیدار شما عزیزانم، شاد و سرفراز و سربلند باشید. به ایران، به خدای بزرگ ایران می سپارمتان. روز خوش. Thank you.